یک نشریه اماراتی مدعی بازگشت یکی از مشاوران ارشد اسامه بن لادن، سرکرده سابق سنی‌های تندرو القاعده به افغانستان در روزهای اخیر شد. این نشریه انگلیسی زبان مدعی شده که دستیار ارشد اسامه بن لادن، بنیانگذار القاعده، دو هفته پس از تسلط طالبان بر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به این کشور بازگشته است. ویدیویی که توسط نشریه اماراتی نشنال تایید شده نشان می‌دهد که امین الحق، دستیار ارشد اسامه بن لادن، سوار بر یک خودرو حین عبور از یک ایست بازرسی با استقبال پرشور طرفداران مواجه می‌شود. امین الحق 61 ساله که یکی از عوامل اصلی سنی‌های تندرو القاعده در دهه 1990 بود و هنگامی که پس از حمله 2001 آمریکا در کوههای توره بوره نزدیک مرز پاکستان مخفی شد، به عنوان رئیس امنیتی بن لادن خدمت می‌کرد. او در سال 2008 در پاکستان دستگیر و سال 2011 آزاد شد. گفته شده که او پیش از تصرف کابل توسط طالبان در یک کمیسیون برای آزادی شبه نظامیان بازداشتی فعالیت می کرد. امین الحق همچنین یکی از اعضای برجسته حزب اسلامی بود که در سال 1970 در افغانستان برای مبارزه با کمونیسم و حزب سوسیالیست دموکراتیک خلق افغانستان در این کشور تأسیس شد. مایکل اسمیت، تحلیلگر تروریسم و کارشناس گروه‌های افراطی می‌گوید که الحق در بین تندروهایی که از القاعده حمایت می‌کردند به عنوان یک شخصیت نمادین شناخته می‌شد. اسمیت به نشنال گفت بازگشت عامدانه الحق به افغانستان توسط القاعده برای نشان دادن استحکام و دوام این گروه و بدین مفهوم است که میتوان از یک جنگ جهانی با دشمنان مجهز به منابع بیشتر و فناوری برتر نیز جان سالم به در برد. وی گفت که رویدادهای کنونی نشان می‌دهد که چرا برای منافع آمریکا و متحدانش و همچنین بسیاری از دولت‌ها در خاورمیانه و آسیای جنوبی معرفی کردن طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی بسیار مشکل بوده است.